ایران، حزب الله و حماس با محور پیشرفت و آزادی. گزارش‌ها از موافقت اسرائیل با درخواست آمریکا برای تأخیر در حمله زمینی به غزه، وال استریت ژورنال برای استقرار سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا در منطقه. و حماس یک ترور ارگوتو دیل. و رئیس جمهوری ترکیه حماس رو گروهی آزادی بخش توصیف کرده. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته تلاش اردوغان برای دفاع از سازمان تروریستی حماس وقتی که همه جهان دیدن رو تغییر نمیده. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی ایران، حزب الله لبنان و حماس رو محور شرارت خونده و گفته این جنگ مقابله آزادی و پیشرفت با این محور و جنگ با حماس نبردی برای همه بشریت. و خسالنو الفی مخبلین. ما تا کنون هزاران تروریست رو کشتیم و این فقط آغاز داره. همزمان ما برای حمله زمینی آماده میشیم. من در مورد زمان، چگونگی و تعداد با توضیح نمیدم. همچنین در مورد محاسبات گوناگونی که انجام میدیم و اکثر اونا بیخبرن توضیح ندارم که بدم و این باید همین طور باشه. همکارم اردوان روز به در اورشلیم به ما پیوسته. اشاره نخست وزیر اسرائیل خیلی کوتاه و بیشتر سمبولیک بود که محور شرارت در کنار حماس و حزب الله، ولی به هر حال این ور اون ور مقامات اسرائیل این روزا زیاد اشاره میکنن به ایران. به قول قدیمی ها ما قله و دل دیگه، یعنی کامل مختصر مفید داره اشاره میکنه. و تصور من این هستش که در طول از ابتدای 7 اکتبر تا کنون اسرائیل هم در اسم بردن از جمهوری اسلامی خیلی با تردید، یعنی با دقت عمل میکرد. و من فکر میکنم دلیلش آماده کردن سازوکاری بود برای اینکه مطمئن باشه که چطور باید وارد جنگ بشه. امروز بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش اشاره کرد که با سازوکاری وارد جنگ خواهند شد که برن و اون هدف نهایی، یعنی زدن حماس و تمام کردن حماس رو انجام بدن. و از جمله خب اسم بردن از محور شرارت، یعنی حزب الله، جمهوری اسلامی و حماس. اینها به نظر میاد که یک مقداری دست اسرائیل به نظر میاد در این روزهای گذشته بازتر شده، به خاطر اینکه تصور و بر رسیدن به این مسئله که اگر جنگ در منطقه آغاز بشه اما تنها دشمن همان نمانه، به تبع بیشترین فشار رو بر روی اسرائیل می آورد و به خصوص دولت آقای نتانیاهو که در شرایطی به هر حال پیش از این در شرایط بحرانی در بحث تغییرات قضایی کشور، بحث رقابت بین احزاب، خب در یک وضعیت خیلی شکننده بود که الان به نظر میسه حالا مستحکم‌تر شده. نکته اینه. اما نکته دوم این هستش که با توجه به اینکه آمریکا درخواست کرده مدتی عملیات عقب بیفته به خاطر اینکه سامانه‌های موشکیش و ضد هوایی‌ش رو بتونه وارد منطقه کنه، این یه پیام خیلی روشن داره. جنگ حالا در منطقه ادامه خواهد داشت. اون چیز روشنی است که حالا فکر می‌کنم دیگه پیش از این ابا می‌کردن همه راجع به جمهوری اسلامی صحبت بکنن، به خاطر اینکه فکر می‌کردن این باعث گسترش جنگ خواهد شد. اما من فکر می‌کنم همه بر سر این مسئله به یک نتیجه، هر حال به نظر میاد که این جنگ حالا ادامه خواهد داشت و به هر صورتی هر جایی وقتی درگیری وجود داره یه جایی بالاخره پای جمهوری اسلامی وسط دیگه. حالا می‌بینیم گزارش وال استریت ژورنال رو که 500 تا از این نیروها در ایران دوره دیدن. فرداد مسئله این هستش که ارتش اسرائیل میگه 1000 نیروی زبده وارد خاک اسرائیل شدن و 500 نفر از اینها در جمهوری اسلامی دوره دیدن. این کاملا نکته خیلی روشنیه که جمهوری اسلامی به اشکال مختلف پیش از این به شکل نیابتی وارد جنگ ها شده. اما من فکر میکنم مجموعه اسرائیل و حامیانش دارن تلاش میکنن اگر با این وضعیت برجه، همون چیزیش که پیش از این آقای هاگاری گفته، پیش از این آقای نتانیاهو گفته که سر مار رو بزنن. و اگه هدف سر مار باشه دیگه واقعیت اینه که دیگه نباید وارد جنگ با اقما نیابتی ها بشن. این صراحتی که در صحبت امروز آقای نتانیاهو میبینیم من فکر میکنم ناشی از این مقدمه‌ای داره ایجاد میشه تا سریعتر انگشت نشانه رو به سمت جمهوری اسلامی بگیرن، به طور جدیتر جمهوری اسلامی رو هدف قرار بدن. ممنونم از تو اردوان روز به همکارم اینجا در اورشلیم. همطور که اردوان هم کوتاه اشاره کرد، وال استریت ژورنال در گزارشی گفته که در ماه سپتامبر و پیش از حمله حماس به اسرائیل حدود 500 شبه نظامی حماس و جهاد اسلامی در ایران آموزش‌های تخصصی رزمی دریافت کردند. بر اساس این گزارش
آموزش اونها با حضور اسماعیل قاهانی فرمانده سپاه پاسداران و تعداد دیگری از فرماندهان سپاه صورت گرفت. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده دستور حملات اخیر علیه اسرائیل رو جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتیش در یمن، عراق و لبنان داده. اسرائیل از حمله حماس مستقیما با آموزش، تامین سلاح، پول و دانش فنی به این گروه کمک کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته در حال حاضر جمهوری اسلامی به حماس در غزه کمک اطلاعاتی میکنه و با یک کارزار آنلاین احساسات ضدالی رو در سطح جهانی تقویت میکنه. ایران قبل از جنگ به طور مستقیم به حماس با آموزش، تأمین سلاح، پول و دانش فنی کمک کرد. حتی در حال حاضر کمک ایران به حماس از طریق ارائه اطلاعات، تحریک احساسات علیه اسرائیل در سراسر جهان از طریق شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. در خاورمیانه گروه‌های نیابتی ایران از عراق، یمن و لبنان عملیات می‌کنند. اما دستورها فقط از یک مکان، یعنی ایران، صادر می شود. کسانی که با اقدامات جنایتکارانه حماس و داعش خاورمیانه را بی ثبات می کنند، نباید پنهان شوند. فرهمند، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، این برداشت منه یا شما هم همینطور می بینید که یک مقدار تغییر لحن داریم می بینیم آرام آرام در مورد ایران؟ درسته، ما تغییر لحن رو داریم میبینیم، ولی هنوز برای نتیجه گیری اینکه معنای این است که خودشون رو دارن برای جنگ به صورت جدی با ایران آغاز میکنند زوده. چون همین اصطلاح محور شرارت که آقای نتانیاهو به کار برده، گفت ایران، حماس و حزب الله اگه اشتباه نکنم، ما رو به یاد جورج بوش میاندازه که در دهه 1380 گفت محور شرارتش رو وضع کرد، این سکه را به نام خودش داد و اونجا از ایران، عراق و کره شمالی نام برد و بعد از یک سال خورده‌ای به عراق هم حمله کرد. ولی ایران و کره شمالی بهشون حمله نشده. در از همون زمان خودت و فرداد هم یادت که همیشه صحبت از این بود که بالاخره آمریکا به ایران حمله میکنه یا نمیکنه. بعدش شد اسرائیل هم اومد، آیا اسرائیل به ایران حمله میکنه یا نمیکنه. یعنی این صحبت حمله مستقیم به ایران الان بیش از 20 ساله که حرفش هست، بیش از 20 ساله که همه از مردم عادی تا کارشناس نظامی و تحلیلگر رو همه نشستن و دلایلی و علیه شرارتش آوردند و به نظر میرسه که اراده‌ای برای این که بخواد حمله مستقیمی به ایران صورت بگیره نبوده، وگرنه آمادگی این رو زودتر از این برای خودشون ایجاد میکردن، به اون سمت میرفتن، این حمله رو انجام بدن. حتی اسرائیلی ها هم به نفعشون بیشتر این است که ایران در وضعیت کنونی باقی مونه تا اینکه بخوان به ایران حمله بکنن. این به خصوص کشورهای الان متحدان جدید اسرائیل که دولت های عرب حاشیه خلیج فارس هستن به هیچ وجه به سودشون نیستش که ایران درگیر جنگ بشه. در نتیجه اینها در واقع همونطور که اشاره کردی یک نوعی در تندتر شدن لحنه به این دلیل که از اون سو هم حملاتی که به اهداف آمریکایی میخوره، به حزب الله، حوثی‌های یمن وسط اومدن، اونها هرچی فعالتر میشن، از این ور سمت لحن علیه ایران هم تندتر میشه. ولی اینها نافی این نیست که تلاش‌های پشت پرده حتی از طریق هم‌رسانی به ایران هم ادامه داره برای اینکه بتونن وضعیت رو مهار کنن، نه به اینکه به سمت جنگ پیش ببرند. اگر هزینه سنگینی ایران پرداخت نکنه، در نهایت به نظر میاد که توازن قدرت تا اندازه‌ای میتونه در خاورمیانه تغییر کنه. اینطور نیست، برای اینکه الان میبینیم دیگه در یمن حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پهپاد و موشک پرتاب می‌کنن به سمت اسرائیل. اونطوری که خود پنتاگون میگه اگر اونها رو رصد و منهدم نمی‌کردن میتونست به خاک اسرائیل برسه. در لبنان می‌بینیم که حزب الله حتی در موقع با جنگ قبلی خیلی از نظر نظامی موقعیت شاید قوی‌تری داره. در عراق و سوریه می‌بینیم که حتی نیروهای آمریکایی رو تهدید می‌کنن. چقدر به نظرتون جمهوری اسلامی حلی شده که توازن قدرت رو در خاورمیانه داره تغییر میده؟ بزنم یاد جمهوری اسلامی بیش از اون که بخواد وارد جنگ تمام عیاری بشه و این برگه هایی که در دستش هست مثل لا و حوثی ها و غیره که ناموردی از اونها استفاده بکنه، ترجیح میده که اینها رو به عنوان یک ابزارهای کسب امتیاز داشته باشه و برای روز مبادا این رو نگه داشته.
یعنی جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که بخواد که از اینها برای فلسطینی ها برای غزه برای حماس خرج کنه. اینها در واقع برای روز مبادا کنار گذاشته شدن، برای روزی هستن که کیان جمهوری اسلامی مستقیما در خطر قرار بگیره و نمیاد اینا رو خرج جنگی بکنه به خاطر غزه. در نتیجه این شاخشونه کشیدن ها و این ابراز قدرت ها برای اینه که به عنوان قدرتی به رسمیت بشناسنش و بنشینن باهاش از در معامله وارد بشند. بیش از هر چیزی هدف جمهوری اسلامی به نظر این میرسه که این باشه. جمهوری اسلامی اساسا رفتارش نشون نمیده که خواهان این باشه که وارد جنگ تمام عیاری بشه. ممنونم از شما مرتضی فرهمند، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از استانبول. پلیس ژورنال به نوع از مقامات آمریکایی میگه دلیل تعویق در حمله زمینی اسرائیل به غزه درخواست ایالات متحده بوده. به گفته پلیس ژورنال، آمریکا از اسرائیل درخواست کرده زمان حمله رو عقب بندازه تا پنتاگون بتونه تدابیر امنیتی لازم رو برای محافظت از سربازانش در منطقه ایجاد کنه. اینجا در اورشلیم منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، به ما پیوسته چه فکر می‌کنید برابر درسته؟ من می‌خوام بگم که نتایج اگر به سود اسرائیل باشه و هدف تامین بشه، و گفتیم که هدف ریشه قدرت نظامی و حکومتی حماس هست، یکی از بزرگترین بازنده‌ها این جریان حکومت اسلامی ایرانه. حتی امروز هم در این مرحله میتونم بگم اونها دارن بازنده میشن، به خاطر اینکه مذاکراتی که با ایالات متحده داشتن متوقف شد. جریان شیاب دلار من نمیدونم چه خواهد شد. بالاخره من بعید میدونم که در شرایط کنونی ایالات متحده باید و این پول رو به حکومت ایران بده. چهره تروریستی حکومت ایران الان برای تمام کشورهای اروپایی آشکار شده. اقتصاد حکومت ایران به شدت رو به ضعف رفته و در مجموع اگر برآورد بکنیم، ما به فکر میکنم اهمیت بیش از حدی به حوثی های یمن دادین. اونها قدرتی ندارن، اونها تمام اسلحه و دستور اینا رو از حکومت ایران میگیرن. حزب الله در حاضر بسیار محتاطانه عمل میکنه. نصرالله با سرکردگان ترور حماسی و جهاد اسلامی دیدار میکنه، بهشون توضیح بده که چرا ما هنوز وارد جنگ نشدیم. و در مجموع وقتی که این جنگ تمام بشه و اگر هدفهای اسرائیل تامین بشه، فکر میکنم که بزرگترین بازنده رژیم ایران خواهد بود. چهرش به طور کامل داره آشکار میشه. حتی کشورهای اروپایی درک میکنن و قبول میکنن که سر فتنه، سر مار در حکومت اسلامی ایرانه و نباید باشون کنار آمد. و همچنین مذاکرات صلح عربستان با اسرائیل قبول دارم که الان متوقف مونده، تعلیق شده، ولی بلافاصله پس از پایان این جنگ این مذاکرات اثر خواهد گرفته خواهد شد. شاید هم حتی پیش از اینکه به پایان برسه، به خاطر اینکه ما روزهای بسیار دشوارتر و خونین‌تری رو در روزها و هفته‌های پیش رو داریم. ورود اسرائیل به نوار غزه کار آسانی نخواهد بود. ما شاهد بمباران‌های بسیار بسیار شدید پیش از این حمله خواهیم بود. همینطور که هفته پیش گفتم، اکثر دیوارهای خیابانهای اصلی رو مینگذاری کردن، زیر زمین رو مینگذاری کردن، خیابانها خراب شده، موانع زیادی رو اونجا گذاشتن. RPG رو فراموش نکنیم، یه RPG میتونه یه تانک رو نابود بکنه. البته تانک‌های اسرائیلی یک پوشش زرهی دارن که به عبری بهش میگن پالتو باد، لباسی که میپوشید علیه باد، و این RPG رو خاصه میکنه. ولی با وجود این ما دیدیم که یک تانک اسرائیلی در جنوب و یک تانک اسرائیلی در مرز با لبنان هدف قرار گرفت و نابود شد. کار ورود اسرائیل به جنگ آسان نخواهد بود، قربانی زیاد خواهد بود و قربانیان فلسطینی هم
بسیار زیاد خواهد بود. تصور میکنم که اسرائیل اکثر ساختمان ها رو ویران کنه به خاطر اینکه نگذاره که تکثیر اندازان حماس روی این ساختمان ها و پشت بام‌هاش پناه بگیرن و از اونجا دیو کنن. خدا به ما رحم بکنه. من روزهای بسیار خونین و دشواری رو پیش رو میبینم. به موضع کشورهای اروپایی در مقابل جمهوری اسلامی اشاره کردید. تصویر جمهوری اسلامی عیان شده. مطمئن نیستم که واقعا اگر در این 40 سال 40 خورده ای سال عیان نشده بود تازه الان بخواد عیان بشه. ولی جمهوری اسلامی مشکل روابط عمومی برای غربی برای خودش نمیبینه. یعنی نگرانی نیستش که توریستای فرانسوی دیگه تابستان ها به تهران و مشهد نیان. نه. ولی اینو میخوام عرض بکنم که ولی از نظر قدرت نظامی منطقه‌ای که جمهوری اسلامی به نظر تمرکزش روی اون هست الان میتونه بگه که نگاه بکنید نیروهای نیابتی من چنین ضربه‌ای زدن به اسرائیل که دشمن مهم من در منطقه هست، همچنان که آمریکا و اسرائیل ما رو ترغیب و تهدید میکنن که اقدام دیگری نکنید. حوثی‌ها درسته که ممکنه قدرت زیادی نداشته باشن ولی بالاخره نمایش هست دیگه، نمایشی انجام دادن که راکت پرتاب کردن به سمت اسرائیل. حزب الله همچنان داره، مقصودم اینه که حداقل میتونه این شمایل قدرت رو منعکس بکنه در منطقه حتی اگر اونقدری نباشه که شما میگید. من درست برعکس این فکر میکنم، تصور میکنم که شمایل قدرتش رو از دست میده. ببینید قاآنی به حسین سلامی، سران برجسته سپاه، خود خامنه‌ای کوچکترین سخنی نگفتن که به تهدید جنگی علیه اسرائیل تعبیر. حوثی های یمن به نظر من عددی نیستن، اگر دست به حمله بزنن آمریکا میتونه نابودشون بکنه. آمریکا ناوگان پرقدرتی رو در دریای سرخ داره و در مجموع ما اگر حزب الله وارد جریان نشه و احتمال زیاد وجود داره که نشه، صلاحش نیست. در مجموع این کل این قضايا در حالی پایان خواهد گرفت که عجز و ناتوانی حکومت ایران آشکارتر خواهد شد، اقتصاد رژیم ایران آشفته تر خواهد شد و زمینه ایجاد خواهد شد که مردم ایران با اطمینان خاطر بیشتری خیابان‌ها بیایند و سقوط این رژیم رو شتاب ببخشند. ممنون از شما. نشه امیر کارشناس مسئله خاورمیانه اینجا در اورشلیم. رئیس جمهوری ترکیه حماس رو روحی آزادی بخش خونده و سفرش رو به اسرائیل لغو کرده. آقای رجب طیب اردوغان گفته که ما در مورد اسرائیل حسن نیت داشتیم اما اونها از نیت خیر ترکیه سوء استفاده کردن. دلیل کردشتیم برادران و خواهران عزیز، البته ما نیت خیری داشتیم اما اسرائیل ازش سوء استفاده کرد. ما برنامه رفتن به اسرائیل داشتیم اما لغو شد. ما به اسرائیل نمیریم. حماس یک گروه تروریستی نیست، بلکه یک گروه آزادی بخشه. اونا مجاهدینی هستند که برای حفاظت از سرزمین و شهروندانشون می‌جنگند. در پاسخی به اردوغان، لیور حیات سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی اکس نوشته که تروریستی منفور بدتر از داعش که به طور وحشیانه و عمدی نوزادان، کودکان، زنان، سالمندان رو می‌کشه. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس چطور میبینید بازی رو که رجب طیب اردوغان داره انجام میده؟ خب ترکیه بازیگر به نظر من زرنگیه و زیرکیه و میتونه استفاده کنه از هر جنگی که به وجود میاد بر حسب تجربه‌ای که در جنگ اوکراین داشتیم. الان هم سعی میکنه که استفاده کنه. حالا این سخنان اردوغان به نظر من به چند تا دلیل مهمه که این الان بعد از بیش از دو هفته جنگ گذشته و چنین سخنانی از اردوغان میشنویم. یکی این که خب اردوغان با قدرتی که گرفته در دنیای عرب به خاطر رفتاری که داشت در کنفرانس داووس، کنفرانس اقتصادی داووس علیه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس جمهور بود، رئیس جمهور اسرائیل بود و از کنفرانس پنل رو ترک کرد، باعث شد که یک قهرمان شناخته بشه. وقتی که چنین تصویری از خودش درست کرد، تونسته بود که در دنیای عرب، در دنیای اسلام، نه تنها در خاورمیانه، حتی در بین مسلمانان پاکستان، مسلمانان کشورهای مختلفی جایی برای خودش باز کنه و این شد حتی در خیلی از کشورها مسلمان‌های حتی در از استرالیا بگیری تا اروپا اردوغان رو به عنوان یک رهبر دنیای اسلام معرفی می‌کردند. برای همین هم هست اون تصویری که اردوغان از خود بود اون رو مسئول میکنه که تا حدودی بیاد یک رفتار آنچنانی از خود نشون بده. ولی الان چه شده؟
میگفتن اردوغان بعد از جنگ شروع شدن جنگ غزه سعی کرد که بیاد استفاده کنه از حماس یا رابطه‌ای که با حماس داره، مثل قطر بخواد از این کارت برای آزاد کردن گروگان‌ها برای امکان استفاده کنه. اولین حرکت ترکیه این بود که وزیر خارجه‌اش رو فرستاد با مصر که رابطه فلسطین و حماس بتونه رابطه خودش با مصر روز کنه، مثل که بعد از شکست اخوان دیگه رابطهش با ترکیه کاملا بد شده بود. حالا بماند سعی هم شد که روابط دیپلماتیک رو در بگیرن، ولی هنوز به اون مرحله نرسیدن که قبل اخوانی باشن. و اینجاست که راپورت هایی که ما دیدیم نشون میده که ترکیه از این حمله حماس خبر نداشته و این باعث عصبانیت اردوغان بوده. و چیزی که حماس از اردوغان خواسته که قوی تر رفتار کنه، ریتریکش یا نوع صحبتش علیه اسرائیل بیشتر بشه، چیزی که بهشون داد. و اردوغان در به نظر من در چیزی که اردوغان ازشون خواسته که حماس به صحبت‌های اردوغان گوش بده برای آزادسازی آنها، این رو در مقابل بهشون داده. یعنی به نظر من چیزی که باید پیش بینی کرد اینه که در روزهای آینده ترکیه نقش فعالتری پیدا کنه در آزادسازی گروگان‌ها، و این رو آمریکا هم می‌خواد. به خاطر اینیم الان هم موضوع سوئد که عضو ناتو بشه، اردوغان فرستاده به پارلمان ترکیه که اکثر حزب حاکم حزب خود اردوغان و راحت میتونه پارلمان ترکیه این رو و این موضوع فیصله پیدا کنه و سوئد بتونه عضو ناتو بشه. حالا بماند که عضو دیگری هم از ناتو لازمه که قبول کنه. و موضوع F-16 که الان بایدن موافقت کرده و رفته به سنات آمریکا، مجلس سنات، که بیاد موافقت کنه، و اینجا سناتورها میدونیم هم موضوع سوئد براشون مهمه، هم موضوع اسرائیل براشون مهمه. یعنی یک بازی رو داره استفاده میکنه اردوغان، این موضوع رو به نظر من برای این بازی رو استفاده میکنه. ولی فراموش نکنیم که سخنان وزیر خارجه ترکیه در بعد از سفرش به ایران و در مورد ایران به نظر من خیلی مهمه، که از یه طرف داره اگه دقت کنیم برای چی که استفاده کرده، صحبتی که استفاده کرده، از یه طرف در مورد خاورمیانه صحبت میکنه که ما خاورمیانه در چنین موقعیت قرار داریم، از یه طرف هم نقش مخرب ایران رو داره در مورد صحبت میکنه. یعنی این رو فراموش نمیکنه با این صحبتایی که کرده، چه با جمهوری اسلامی، چه سفری که وزیر خارجه کرده فیدان، از یه طرف هم داره این رو میگه که چهره منفی جمهوری اسلامی در منطقه رو نباید فراموش کرد. یعنی اینجا نشون میده که رقابت جمهوری اسلامی و آنکارا هنوز هم ادامه داره و این چیزی نیست که آنکارا بخواد تماما طرف حماس رو بگیره و همون زمان طرف تهران هم بگیره در این موقعیت. ممنونم از شما. شکریه به رادیوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن دی سی با ما. پیشتر گفته جاناتان گرین‌بلات، مدیرعامل اتحادیه ضد افترا، و از هم چرا با وجود اینکه در چند روز اول بعد از حمله حماس حمایت بین‌المللی زیادی از اسرائیل وجود داشت، اما الان به خاطر بحران انسانی در غزه تبلیغات زیادی بر علیه اسرائیل وجود داره. کشتاری که روز 7 اکتبر رخ داد مرحله دیگری از جنگ ایران علیه اسرائیل و مردم یهودی بود. این کشتار در اتفاق نیفتاد. 70% از بودجه حماس توسط ایران تامین میشه. تقریبا همه کارها جهت پروپاگاندای جمهوری اسلامیه و برای مدتها یکی دیگر از نمایندگان و مدافعان رژیم ایران در منطقه. اونها با راهنمایی، پشتیبانی و آموزش سپاه رژیم ایران این عمل را انجام دادن. ثانیا ما میدونیم که ایران در تبلیغات و ترویج پروپاگاندا مهارت داره. حقیقت اینه که جمهوری اسلامی برای سالها با تبلیغات گسترده‌ای برای انسانیت زدایی از صهیونیست‌ها، زیر سوال بردن موجودیت صهیونیست‌ها و شیطان جلوه دادن دولت یهود، محیطی رو ایجاد کرده که در اون تنش‌های بزرگی شکل گرفته. جمهوری اسلامی با جاه‌طلبی همیشه این رو به یک درگیری مذهبی تبدیل کرده تا نشون بدن این موضوع درباره یهودیانه، در حالی که در واقع این فقط یک مناقشه سیاسی بین اسرائیلیا و فلسطینیا بوده و هر دو طرف ادعاهای بسیار قوی دارند. در دراز مدت باید یک راه حل سیاسی برای این مبارزه وجود داشته باشه، اما در لحظه‌ای که امروز در اون هستیم، تبلیغات بی‌امان رژیم ایران و شیطان سازی بی‌وقفه از یهودیان، حماس قد تنها روایتی که می‌سازه از افراد بی‌گناهه، ولی در حقیقت حماس سلاح‌ها و تسلیحات خود را در بیمارستان‌ها، مدارس و در خونه‌های این افراد ذخیره می‌کنه. منظورم اینه که این یک تراژدیه. واکنش اسرائیل برای اشغال غزه نیست، اینه که حماس
غزه رو اشغال کرده. ایران واقعا غزه رو اشغال کرده. این تراژدی واقعی است. من استراتژیست جغرافیایی نیستم، اما اونچه میتونم به شما به عنوان رئیس یک سازمان متمرکز بر مبارزه با یهود ستیزی بگم اینه که سالهاست ایران از یهود ستیزی به عنوان یک سلاح جهانی علیه یهودیان و به طور خاص علیه اسرائیل استفاده کرده. آخوندهایی که رژیم داره میکنن فاسد و ترسو هستن. اونها ترجیح میدن که فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها و سوریه‌ها کشن تا انحصار اونها بر قدرت تحت تاثیر قرار نگیره و این واقعا بسیار شیطانی است. بنابراین من نمیتونم بگم که آیا اونها به طور مستقیم به جنگ خواهند، اما اونها مدت زیادی است که علیه اسرائیل میجنگن که کاملا با دستور کار خمینی از سال 79 که نابودی رژیم صهیونیستی یکی از اونها بوده تطابق داره. میدونین اونها جاه طلبی های عجیبی برای منطقه دارن. اکنون حقیقت اینه که مردم ایران و یهودیان 2000 سال با هم زندگی کردند و بسیار دوستانه همزیستی کردند. ایران از دیرباز مهد تمدن یهود بود و قبل از این رژیم فاسد و بزدل دولت اسرائیل و ایران روابط مثبتی داشتن. بنابراین فکر میکنم مایه شرمساری است که گروه کوچکی از بزدلهای فاسد در تهران تونستن جهان رو تا این حد منحرف کنن و به نظر من غم‌انگیزترین چیز اینه که ای کاش این رژیم به مردم خودش خدمت میکرد. ای کاش اونها به همون اندازه که به نابودی و کشتار مردم فلسطین اهمیت میدن به مردم خودشون اهمیت میدادن. این شرم واقعی است. از آقای گرین بلات همینطور پرسیدم آیا فکر میکنه که آمریکا حمایتی رو که اسرائیل به اون نیاز داره فراتر از لفاظی‌های واقعی ارائه میکنه؟ اول اینکه نخست وزیر نتانیاهو در روزهای اخیر از انتقال رئیس جمهور بایدن و بایدن بسیار در این موضوع قاطع بوده. در آمریکا هم جمهوریتان هم دموکراتان بسیار قاطع بودن و من میدونم که بسیار کمک جدیدی در حال آماده‌سازیه که اسرائیل رو در برابر علیه تروریستان حماس و حزب‌الله تقویت کنه. این چیز خوبیه. بنابراین من از روی کرد این موضوع خوشحال هستم، زیرا این چیزیه که باید به خاطر ۱۴۰۰ اسرائیلی رو به قتل رسوندن. اونها مرتکب جنایت وحشیانه شدن، به زنان تجاوز کردن، بچه ها رو روبودن، سالخوردگان رو سه کردن، از این تروریست ها به غزه عقب نشینی کردن و پشت غیر نظامیان خود قایم شدن. سطح بزدلی در اینجا فوق‌العاده است. اما بایدن واقعیت پشت پرده رو همانطور که هستی کشورهای اروپایی همه ی حقایق رو میدونن و ما خوشحالیم که چنین حمایتی داریم، چون که این فقط نبرد اسرائیل برای نجات گروگان‌هایش برای مقابله با سازمان تروریستی در غزه نیست. این مبارزه برای کل جهان غرب، این مبارزه با محور شرارت، جمهوری اسلامی در رأس رهبری اون محور شرارت قرار داره. افرادی که فکر می‌کنن اعدام والدین جلوی فرزندانشون موجهه شیطان هستن، افرادی که فکر می‌کنن معقوله که معلولان رو شکنجه کنن همونطور که اتفاق افتاده، نوزادان رو در گهواره سوزونن، اونها شیطان هستن. بنابراین ایرانی‌ها و تروریست‌های حماس که این رو بهانه می‌کنند مردمی که تو خیابون هستند و طرفدار حماس هستند رو تشویق می‌کنند، یه کار شیطانی می‌کنند. سراسر اشتباه اون محور شرارت همه ما رو تهدید می‌کنند، نه فقط یهودیان اسرائیل. و اتفاقاً فکر می‌کنم می‌دونید فقط یهودیان اسرائیل، اونها عرب‌های اسرائیل رو هم کشتن، اونها مسیحی‌ها و مسلمان‌ها رو هم کشتن. منظورم اینه که بربریت اونها چه حد و مرزی نداره. ایران قطعاً بهای این رو از نظر تاریخی خواهد برداشت. یعنی فکر نمی کنم اعتقادات مذهبی شما هر چی که باشه این نوع وحشیگری ها رو تایید کنه. من فکر می کنم از نظر سیاسی رژیم ایران قطعاً بهای سنگینی خواهد برداشت. و تعجبم نمی کنم اگر از نظر نظامی هم هزینه سنگینی متحمل بشه. جاناتان گرین‌بلات بود، مدیر عامل اتحادیه ضد افترا. متوجه شدید احتمالاً صدای اصلی کمی بلند بود که از اون بابت عذرخواهی می‌کنم. جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت غزه حواشی بسیار زیادی به همراه داشته. اظهارات آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مورد علت به وجود آمدن حماس و اشغال سرزمین‌های فلسطینی با پاسخ تند مقامات اسرائیلی مواجه شد. گزارشی ببینیم از همکارم بهنود نورپناه. ادامه وضعیت بغرنج انسانی در غزه. بسیاری از نمایندگان کشورهای حامی فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل
انتقادات تند و صریحی را نسبت به رفتار اسرائیل ابراز کردند. ما شاهد سطح جدیدی از خشونت هستیم که بار دیگر تایید می‌کند تنها دستیابی به صلح پایدار در منطقه، یافتن راه حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین در راستای ابتکار عمل عرب و راه حل دو کشوری است. ایران با جامعه بین‌الملل در تایید فراخوان برای آتش بس فوری و توقف حمله نظامی اسرائیل همسو خواهد. اما نمایندگان کشورهایی که کشتار و گروگانگیری غیر نظامیان از سوی حاکمان غزه در 7 اکتبر یا همان شنبه سیاه را عامل وضعیت کنونی می دانند، نظرات متفاوتی بیان کردند. ما باید حق هر ملتی برای دفاع از خود و جلوگیری از تکرار چنین جنایتی را تایید کنیم. از نمایندگان این شورا حاضر نخواهند بود کشتار مردم خود را تحمل کنند. فراموش نکنیم که در میان بیش از 1400 نفری که حماس در 7 شهروندان بیش از 30 کشور عضو سازمان ملل بودند. نقطه اوج این نشست اظهارات دبیرکل سازمان ملل بود که خشم نماینده اسرائیل را برانگیخت. مهم است که بدانیم حملات حماس در خلأ رخ نداد. مردم فلسطین 56 سال در معرض اشغال قرار گرفتند. آنها سرزمین خود را دیدند که به طور پیوسته توسط شهرک‌ها بلعیده شده و گرفتار خشونت شده. نارضایتی مردم فلسطین نمیتواند حملات وحشتناک حماس را توجیه کند و این حملات وحشتناک نمیتواند مجازات دست جمعی مردم فلسطین را توجیه کند. این اظهارات دبیرکل سازمان ملل باعث شد تا سفیر اسرائیل در این سازمان خواستار استعفای آنتونیو گوترش شود، چرا که آن را توجیه برای کشتار و گروگانگیری از سوی حماس دانست. الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز که در این نشست حاضر بود خطاب به گوترش گفت: شرم بر تو. به من بگویید برای کوزادان، تجاوز جنسی به زنان و سوزاندن آنها، سربریدن کودکان چه مناسب است؟ چگونه می توانید آتش بس با کسی که قسم خورده که شما را نابود کند موافقت کنید؟ به طور این قتل عام که وحشیانه تر از جنایات داعش بود در تاریخ ثبت شد. آقای دبیر کل، تو در چه دنیایی زندگی می کنی؟ این سطح از تنش بین المللی کم سابقه است و به نظر می رسد رهبران جهان عاجز از پیدا کردن راه حلی مشخصند. بهنود نورپناه، لندن. علی خامنه‌ای رهبر جمهور دیگه از حماس حمایت کرده و از دولت‌های عربی انتقاد کرده که چرا این گروه رو تروریست می‌خونن. همزمان حسن نصرالله دبیرکل حزب الله با رهبران حماس و جهاد اسلامی فلسطین در بیروت دیدار کرده. به گفته حزب الله طرفین تایید کردند که بر سر گام بعدیشون توافق دارن. مشتاق پور محسن گزارش میده. تخلیه اسرائیلی‌ها از مرز لبنان، تصویر دیدار نصرالله با رهبران فلسطینی، حضور نخست وزیر لبنان در بین سربازان حافظ صلح و کلمات تازه خامنه‌ای در حمایت از حماس، آیا این نشانه‌های بازگشایی احتمالی جبهه جدید جنگ است؟ یک روز بعد از آن که نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نزدیک به حزب الله با سربازان حافظ صلح سازمان ملل در مرز با اسرائیل دیدار کرد، تصویری از دیدار حسن نصرالله با زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس منتشر شد که چهارشنبه در بیروت درباره تحولات منطقه گفتگو کردند. حزب الله گفته طرفین در این دیدار تایید کردند که درباره گام‌های بعدی توافق دارند. از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل نیروهای حزب الله بارها آن سوی مرزها به شمال اسرائیل حمله کردند و در حملات تلافی جویانه اسرائیل هم بیش از 30 عضو حزب الله کشته. در 2 هفته آغازین جنگ مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند پتانسیل حزب الله را برای جنگ افروزی جمهوری اسلامی به رخ بکشند. همه گزینه‌ها و سناریوهای ممکن در قابل مقاومت حزب الله قرار داره. اگرچه تاکتیک جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ این بود که مسئولیت مشارکت در حمله حماس را بر عهده نگیرد، اولین واکنش خامنه‌ای با همین مضمون عقب نشینی تلقی شد. اگرچه او گفت شانه های نیروهای حماس را می‌بوسند. در این مدت آمریکا و اسرائیل ترجیح دادند برای اجتناب از گسترش جنگ با ادعای جمهوری اسلامی همراهی کنند و بگویند مدرکی درباره دخالت مستقیم ایران ندارند.
وزیر خارجه ایران هم در سفر به بیروت تلاش کرد سیاست مشابهی را درباره حزب الله در پیش بگیرد. روش آقای سید حسن نصرالله این است که اقدام می کند و بعد توضیح می دهد و افکار عمومی رو در جریان آنچه گذشت قرار می دهد. تلاشی برای نمایش فاصله جمهوری اسلامی و حزب الله که البته کسی جدیش نگرفت. حماس به دلیل نسبتش با اخوان المسلمین اختلافات بنیادینی با حکومت ولایت فقیه در ایران دارد و این اختلاف در برهه هایی باعث فاصله بین طرفین شده. اما حزب الله لبنان فرزند جمهوری اسلامی است و در تاریخ 40 سالش همیشه تمام قد با تهران هماهنگ بوده. به همین دلیل در این مدت دولت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی بارها به جمهوری اسلامی پیام دادند که از حزب الله بخواهد وارد جنگ نشود. اما در میانه سومین هفته جنگ، دیدار نصرالله با رهبران گروه‌های حماس و جهاد اسلامی با تغییر موضع اسرائیل درباره نقش ایران همراه شده. ایران قبل از جنگ مستقیما از طریق آموزش، تهیه سلاح، پول و دانش فنی به حماس کمک کرد. حتی در این لحظات کمک‌های ایران به حماس به صورت اطلاعاتی و تحریک آنلاین ادامه دارد. تهران به گروه‌های نیابتی خود در عراق، یمن و لبنان دستور حمله به مواضع اسرائیل و آمریکا را صادر کرده. علی خامنه‌ای هم چهارشنبه عصبانیتش را از حمایت کشورهای غربی از اسرائیل بروز داد و به دولت‌های عربی تاخت که چرا حماس را تروریست می‌خوانند. دولت‌های مسلمان باید تو این قضیه قافیه را نبازند. اینجور نباشه که خیال کنن حالا بایستی چون یه غلطی آمریکایی‌ها می‌کنن یا بعضی کشورهای غربی دیگر می‌کنن مدافعین از خانه و وطن را تروریست می‌نامند. اینا همون رو تکرار کنن. دوباره رهبر جمهوری اسلامی از حماس و افزایش حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران در عراق و سوریه به منافع آمریکا به نظر می‌رسد زمینه را برای گسترده شدن دامنه جنگ بر میانه فراهم کرده. در روزهای اخیر اسرائیل مشغول تخلیه اراضیش در نزدیکی مرز لبنان بوده و با انتقال شهروندان غیر نظامی تانک‌های اسرائیلی به مرز لبنان نزدیک شدند. در این مدت اسرائیل و آمریکا نشان دادند تمایلی برای جنگ حتی نیابتی با جمهوری اسلامی در این ندارد. اما جمهوری اسلامی با اطلاع از این واقعیت ترجیح داده با نیروهای نیابتیش به منافع آمریکا و اسرائیل لطمه بزند. اما بعدی احتمالاً حزب الله را وارد جنگ کند. اما به نظر می‌رسد این اتفاق را نه اسرائیل و نه آمریکا حاضر نیستند تحمل کنند. در جنگی که خامنه‌ای مدعی است در این قضیه و در قضایای بعدی قطعاً فلسطین پیروز خواهد بود. جنگی که اگر جمهوری اسلامی وارد شود مشخص نیست چه بر سر ایران خواهد آمد. مشتبه پور محسن، لندن. محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. آقای اکبرین، میدونم که جمهوری اسلامی الان داره رو تناب نازکی راه میره، ولی همین مسیر رو که تا اینجا رفته روی ظاهر روی کاغذ به نظر برگای برنده زیادی داشته، اینطور نیست؟ یک ضربه مهم به اسرائیل زده از منظر جمهوری اسلامی. گروه‌های نیابتیش همچنان علی‌رغم فشارهای غربی‌ها دارن راکت پرانی می‌کنن. حالا ممکنه کم و کیفش زیاد نباشه، ولی هم از سمت حزب الله لبنان، هم از سمت حوثی‌ها، هم در عراق، هم در سوریه دارن اقداماتی انجام میدن و در عین حال خودشون رو خیلی هم به آتش جنگ نزدیک نمی‌کنن. اگر حماس واقعا اونطوری که اسرائیلی‌ها میگن به طور کامل نابود نشه و آتش جنگ هم متوجه جمهوری اسلامی نشه، آیا به نظرتون جمهوری اسلامی قوی‌تر از قبل از این درگیری در میاد؟ وقت شما بخیر. ببینید، برای این ماجرا باید به روزهای آینده نگاه کرد. اون چیزی که داره اتفاق میفته مطلقا تعیین کننده نیست. من یادم هست که در جنگ 33 روزه در روزهای نخست جنگ دقیقا همین تحلیل ها مطرح میشد، اما بعدها که 1200 نفر در اون 33 روز در لبنان کشته شدند و 9000 کارگاه ویران شد، 30000 واحد مسکونی ویران شد، بعدها که اومدن ارزیابی ضرر کردند، اون وقت تحلیل ها تغییر کرد. ببینید، سخنرانی امروز علی خامنه ای سومین سخنرانی او در 18 روز جنگ میان حماس و اسرائیل بود دیگه. این مسیر رو شما نگاه بکنید، وقتی میگم هنوز زوده برای تحلیل، در سخنرانی اولش کلا انکار کرد، گفت ما نبود. در سخنرانی دومش
گفت اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه اون وقت توقع نکنند، با همین تعبیر توقع نکنند که ما به گروه های منطقه بگیم رو نکنند، که معنی ضمنیش این بود که ما برای این گروه ها تسلط داریم و میتونیم به اینا بگیم ادامه بدن یا ادامه ندن. و در سخنرانی امروزش تلاش ها برای توقف جنگ رو مسخره کرد و کشورهایی که رؤسای جمهور کشورهایی که دارن تلاش میکنن برای توقف جنگ سفر کردن به منطقه، اسمم برد، گفت رئیس جمهور آلمان و نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، این کشورها رو گفت کشورهای دور. خب اگر واقعا شما نگران مردم غزه اید، اگر نگران صدها نفر آدمید که روزانه دارن کشته میشن، باید از توقف جنگ استقبال بکنید. وقتی اونقدر غیر مسئولانه رجز میخوانید، معنیش این هست که یا از این دو حالت خارج است، یا محاسباتتون متفاوته و دقیقاً کسی نمیدونه که شما وقتی مثلا رجز پیروزی میخوانید آیا واقعاً محاسبتون هم اینه، یا اصلا ویژگی های ایدئولوژیک باعثه که دارید تخت و تاز میکنید و نتیجهش هم به لحاظ روی زمین مهم نیست، تو آسمان مهم. ممنونم از شما محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. و ممنونم از شما که ما را در حدود 3 ساعت پوشش ویژه‌ای که از اورشلیم داشتیم در سومین هفته از جنگ اسرائیل و حماس دنبال کردید. برنامه را با تصاویری زنده از جنوب اسرائیل به پایان می‌برم. شاهد نقش پررنگ ورزشکاران در ریزشی بودیم که همچنان ورزشکارا سفیران ما هست. من فکر میکنم ادامه این مسیر فقط با اتحادی ثابت شد توی این یک سال که مردم داخل ایران مبارزه رو خیلی بهتر از ما. اگه شما مردم این مردم کفه که خون دادن بچهش مرده، افید بعد دارن میگن که شاهزاده پهلوی ولی و وکیل ما. And we won't hesitate to take the appropriate action. حضور آمریکا تقویت حضور و نیز آمادگی برای جنگ. مبادا وارد جنگ بشیم. الهه محمدی، نیلوفر حامدی. انتقام گیری حکومت از رسانه هاست. مرگ مغزی آرمیتا گراوند. به دروغ که سرش خورده به جایی و رویا زاکری دختر تبریز به اداره اطلاعات بردنش. اولین اقتصادهای جهان هست. وقتی ما چنین مدیرانی رو داریم انتظاری هم نباید داشت. من نیلوفر منصوریم، خبرنگار ایران اینترنشنال از لس آنجلس. با ما بمانید. مهمانان من 4 نماینده ایرانی تبار از 4 حزب مختلف در پارلمان سوئدند. احزابی که بر سر مسائل سوئد اختلاف نظر زیادی دارند. اینجا افتاده که ما باید سیاستمون رو نسبت به ایران تغییر بدیم. من اعتماد نمی‌کنم به وزیر امور خارجه سوئد. کسایی کشته میشن همشون مهاجرن. مهاجرا دارن مهاجرا رو میکشن. اون افرادی که آقای فریبر بهشون اشاره میکنه اینجا به دنیا اومدن و اینجا بزرگ شدن. هیچ کاری نکردن درونه برای فشاری به دولت ایران بیارن. بدون حجاب بیرون رفتن مثل خود جنگه. وقتی میزنی بیرون وزن چشما رو روی خودت احساس میکنی. بعضی وقتا حتی از وزن حجاب سنگین. وضعیت امنیتی که حکومت مجددن. اما وقتی لاله میاد و دوتا میشیم دیگه اصلا سخت نیست. کی فکر میکرد بود که به پیچه تو ماد یعنی دینامیت، یعنی بمب، یعنی جنگ جنگ تا پیروزی. مامان امروز منو تو خیاب دید، هیچی نگفت. با هم همقدم شدیم. وسط راه موامو بس کرد. اون لحظه رو تا ابد میذارم رو قلبم.
آقای پیر پولیف، ممنون از زمانی که به ما دادید. از دعوت شما برای انجام این مسابقه سپاسگزارم. دنیا از حمله حماس به اسرائیل شوکه شد، حمله‌ای که باعث شد هزاران نفر کشته یا زخمی بشن یا بی خانمان بشن و همچنان این ناآرامی در منطقه ادامه داره. شما در اظهارات خودتون اعلام کرده بودید که به نظر میرسه ردپای سپاه پاسداران در این حمله ها دیده میشه. آیا همچنان همین نظر رو دارید؟ من معتقد نیست حماس که در غزه فعالیت می کند پیچیدگی و هماهنگی لازم برای انجام حمله‌ای در این مقیاس رو بدون برنامه ریزی لوجستیکی و حمایت اطلاعاتی از سوی یک دولت را داشته بوده. آنها باید تصاویر ماهواره‌ای می داشتند، می دانستند که اهدافشان کجا هستند و روزنه های نفوذی در مرز با اسرائیل کجا هستند تا بتوانند چنین حمله‌ای را انجام دهند. صدها تروریست حماس هم توانستند از طریق تونل‌ها وارد خاک اسرائیل بشوند. آنها گلایدرها و سلاح‌های لازم برای انجام همه این عملیات را در اختیار داشتند که به باور من بدون کمک یک دولت دیگر امکان پذیر نبوده. پس محتمل ترین مقصر اینجا کیست؟ خوب می‌دانیم که حامی شماره یک تروریسم دیکتاتورهای تهران هستند و بازوی آنها هم البته سپاه پاسداران است. سپاه هم حماس و هم حزب الله را هماهنگ می‌کند. من معتقدم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این حمله دست داشته و بر این اساس ما باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در کانادا یک سازمان تبهکار بشناسیم تا اطمینان حاصل کنیم که ما در تأمین مالی، تدارکات، یارگیری یا هماهنگی فعالیت‌های این گروه تروریستی شرور مشارکت نمی‌کنیم. Or coordination of that evil terrorist group. در جریان هستم که حافظه‌کار کانادا بیشتر از 5 ساله که سعی می‌کنه سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده. لایحه 3350 که می‌تونه مستقیماً این کار رو انجام بده هم برای بار دوم رد شد. به نظر میرسه که حزب لیبرال کانادا سعی می‌کنه این کار رو انجام نده. برداشت شما از این موضوع چیه؟ من نمیدانم. من واقعا نمیفهمم چه چیزی جاستین ترودو رو از تحریم سپاه باز می‌داره. 8 یا 9 بار متوالی از او در صحن مجلس عوام پرسیدم که آیا سپاه یک سازمان تروریستی هست یا نه، اما او پاسخی نداد. از آن زمان او صحبت‌هاش را یک طوری تنظیم کرد که بپذیرد سپاه یک سازمان تروریستی است، اما نه آن را به لیست گروه‌های تروریستی ممنوعه اضافه کرده و نه دلیلی برای این خودداری ارائه می‌کند. من واقعا نمیدانم دلیل دولت او چیست. نمیدانم آنها از رنجاندن رژیم ایران میترسند یا نه، اما برای من این یک پرونده، این یک تصمیم آسان و کابینه امروز میتواند آن را اتخاذ کند. این نیاز به یک روند قانونی و طولانی ندارد. آنها فقط باید از اختیارات قانونی خودشان استفاده کنند. میتوانند لایحه خصوصی حزب محافظه‌کار را بپذیرند. شما همین الان به گارنت جنیس برای ممنوعیت سپاه اشاره کردید. تیم محافظه‌کار و عاقل من تا زمانی که سپاه یک سازمان تروریستی و تبهکار در کانادا شناخته نشود تسلیم نمی‌شوند. آیا بر این باور هستید که سپاه پاسداران از کانادا به عنوان صحنه‌ای برای تأمین جنگ‌های نیابتی خودش استفاده می‌کنه؟ من معتقدم که این امکان وجود دارد که آنها در اینجا در کانادا با مسئولیت قانونی فعالیت می‌کنند. جامعه ایرانی من میگوید که اراذل و اوباشی وابسته به رژیم ایران اینجا هستند که در کانادا زندگی میکنن و از آزادی عملشان لذت هم میبرن. پولهایی را که از مردم ایران دزدیدن در کشور ما خرج میکنن. من دلیلی ندارم که باور کنم آنها از این آزادی برای انجام کارهایی به نمایندگی از تروریست ها در تهران استفاده نخواهند کرد. اما ما نباید ریسک کنیم. پلیس باید توانایی باز کردن تحقیقات در مورد این واقعیت‌ها را داشته باشد. اما در حال حاضر اختیار ندارند، چون حمایت از سپاه جرم نیست. امروز کسی واقعا تواند برای سپاه در کانادا کار کند و در شرایط موجود مرتکب جرم هم نمی‌شود. واضح است که این شرایط باید تغییر کند. ما باید این گروه را ممنوع کنیم و به این ترتیب پلیس می‌تواند هر کسی را که از این گروه تروریستی حمایت می‌کند دستگیر کند. Anyone who's supporting this terrorist group.
در مورد سرمایه‌های وارد شده به کشور کانادا صحبت کردید. بعد از خیزش انقلابی مردم در ایران، 10,000 نفر از افراد سپاه پاسداران به علاوه چند صد نفر از افراد وابسته به جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. اما همچنان کسانی که میشه برداشت کرد که باید با این تحریم‌ها تحت تأثیر قرار می‌گرفتند در کانادا زندگی می‌کنند. فکر می‌کنید این تحریم‌ها یا واقعاً کارساز هستند؟ این بستگی به این دارد که دولت چقدر با این تحریم‌ها جدی باشد. این کار سختگیری زیادی می‌خواهد. به طور مثال وقتی شما حساب‌های بانکی را تحریم می‌کنید، باید مطمئن شوید که تک تک حساب‌های بانکی یک متخلف رو می‌شناسید. اگر محصولاتی را تحریم می‌کنید، باید مطمئن شوید که محصولاتی را که از طریق کشور دوم یا سوم می‌شوند ردیابی می‌کنید تا مطمئن شوید که برای منفعت و دسترسی به بازارهای ما از منافذ عبور نمی‌کنند. اینها همه چیزهایی هستند که سختگیری‌های زیادی را می‌تواند. و من هیچ سختگیری را در اجرای قانون توسط دولت ترودو برای اجرای واقعی این موارد نمی‌بینم. در مورد جامعه کانادایی، همطوری که میدونی جامعه بسیار بزرگی هستند و خیلی ها این شکایت رو مطرح میکنن که از طرف افراد وابسته به جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار میگیرند و همچنین مسئله پولشویی هم بسیار مطرح میشه. این مسائل واقعا به مشکلاتی برای جامعه ایرانی کانادایی تبدیل شده. به نظر شما چه کاری میشه کرد تا با این مشکل مقابله کرد؟ هر کسی که چنین تهدیدی را انجام دهد باید متهم و عمل او جرم شناخته شود. در قانون کیفری قوانینی برای مقابله با این نوع تهدیدها وجود دارد. ثانیاً اگر ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مجرم و ممنوع اعلام کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر گونه پیوندی به آن سازمان به خودی خود جرم شناخته خواهد شد و می‌تواند دلایلی برای عدم پذیرش مهاجرت به کانادا باشد. و صادقانه بگویم اداره مهاجرت باید این موارد را شناسایی کند تا اجازه ندهیم عرازل و اوباشی که شهروندان کانادایی را تهدید می‌کنند در نهایت خودشان اقامت دائم بگیرند و ما برای همیشه با آنها روبرو باشیم. ما بررسی بهتری نیاز داریم تا مطمئن شویم که هر کسی که با میل خود با رژیم مستبدان تهران ارتباط دارد واجد شرایط مهاجرت به کانادا نباشد. کانادا به یک مقصد محبوب مهاجرت برای خیلی از ملیت‌ها از جمله ایرانی‌ها تبدیل شده. کسانی که مهاجرت می‌کنند تا زندگی بهتری داشته باشند، اما اینجا با هزینه‌های سنگین زندگی روبرو می‌شوند و همچنین روند مهاجرت بسیار کند شده، مخصوصاً بعد از همه‌گیری کووید 19 که کندتر هم شده و باعث شده خیلی از زندگی‌ها از هم بپاشه و خیلی از پدر مادرها برای مدت‌های طولانی نتونن فرزندانشون رو ببینن. ما چه کار میشه کرد که کیفیت زندگی رو هم برای ایرانی ها و هم برای کانادایی ها ارتقا داد؟ زندگی قبلا اینجوری نبود. تورنتو در دوران نخست وزیری جاستین ترودو محتمل بدترین گرانی های گذران زندگی شده. اول ما باید محدود کنیم و ضایعات را کاهش دهیم تا بودجه متعادل شود و بتوانیم نرخ بهره و تورم را کاهش دهیم. دوماً ما به خانه‌های بیشتری نیاز داریم. ما کمترین سرانه خانه را در بین کشورهای G7، 7 کشور صنعتی دنیا داریم. چرا؟ به دلیل بوروکراسی صدور پروانه ساختمانی که 7 تا 10 سال طول می‌کشد. من از هر دپارتمانت دولتی مسکنسازی با بودجه فدرال می‌خواهم که اجازه داشته باشد آپارتمان‌های مرتفع داشته باشند تا جوانان ما بتوانند درست در کنار تسهیلات ترانسپورت مانند اتوبوس یا قطار زندگی کنند. من قصد دارم 6,000 ساختمان فدرال و هزاران جریب زمین فدرال را بفروشم تا بتوانیم برای قرار دادن سقف‌های مقرون به صرفه بالای سرشان داشته باشند. در مورد مسئله مهاجرت هم کمی صحبت کنید. بله، این به یک فاجعه تبدیل شد. حسابرس کل دولت ترودو را به دلیل تحقیقهای باور نکردنی که خانواده ها را از هم جدا می کند و باعث طلاق می شود، که کارفرمایان را از داشتن کارمندان بسیار مورد نیاز محروم می کند، که مانع از فرار پناهندگان قانونی می شود محکوم کند. من استانداردهای عملکرد جدیدی را به اداره مهاجرت تحمیل خواهم کرد که کارمندان دولتی اگر بخواهند شغل خود را حفظ کنند باید آنها را رعایت کنند، سریع‌تر و کارآمدتر رسیدگی به درخواست مهاجرت‌ها را انجام دهند تا بتوانیم به این هزینه انسانی مضحک که تازه واردان به کانادا متحمل می‌شوند پایان دهیم.
من همچنین قرار است یا برای متخصصان مهاجر تعیین کنم تا زمانی که به عنوان پزشک یا پرستار به اینجا میآیند بتوانند به سرعت صلاحیت خود را ثابت کنند و در بیمارستان‌های ما و سایر حرفه‌های پردرآمد مشغول به کار شوند. بعد از خیزش انقلابی کسانی که مهاجرت کردند یا مهاجرانی که از قبل در کشورهای زندگی می‌کردند سعی کردند بازتاب صدای آزادی‌خواهی هموطنانشون باشند. حزب محافظه‌کار در طول این مدت بسیار همراهی کرده با جنبش زن زندگی آزادی و با ایرانیان. اگر از این موقعیت بخواید استفاده بکنید و با ایرانی‌ها صحبت کنید چه پیامی برای